گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می کند دیدگاه های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده تر برای تقابل اندیشه ها به دست آید. نگرش های متفاوت را برمیتابیم، پاکیزگی کلام را پاس می داریم و با هم به گلگشت می رویم. با سمیمانه ترین درود ها حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو تقدیم حضورتون میکنم این روزها گروه های مختلف معتقدین به ادیان مختلف و فرهنگ های مختلف مشغول آماده سازی خودشون هستن برای برگزاری جشن ها و پایکوبی ها و دیدن ها و خلاصه داشتن روزهای خوش و ایام خوش من با تمام وجود به همه کسانی که این تعطیلات رو این مراسمی رو دارن در این ایام و اون رو جشن میگیرن تبریک میگم به هموطنان مسیحی عید کریسمس رو عید میلاد مسیح رو به هموطنان یهودی هانوکا یا هانکا رو و خلاصه اگه گروه های دیگری هم این روزها مشغول برگزاری مراسم خاص خودشون هستن تبریکات من رو بپذیرند عرض کنم حضورتون که امروز یه مقداری مشکل پیدا کردیم با تماس با یکی از مهمانان ارجمند برنامه گلگشت آقای دکتر عباس میلانی که در یکی از شهرهای اطراف محل اقامتشون یا هومه محل اقامتشون هستند و به من پیغام دادن که امکان تماس نیست و به این ترتیب محروم خواهیم بود از حضور ایشون در برنامه ولی مجده ای که دارم این هست که آقای دکتر محسن میلانی با ما خواهند بود با ایشون صحبت خواهیم کرد راجع به مسائل مختلف و راجع به آنچه که این روزها میشنوید اطلاعات ایشون و نظرهای ایشون شنیدنی و آموزنده است و اما امروز توی رامی که می راجع به این پیشرفت هایی که تکنولوژی داره میکنه و مسئله مشکلاتی هم که به همراه داره برنامه ای رو از بی بی سی اینترنشنال گوش می و راجع به یک پدیده جدید یعنی دو پدیده که یکی شندان جدید نیست و دیگری کاملا برای من لاقل جدید بود و اون پدیده است به اسم بلاک چین بلاک چین یعنی زنجیر به اصطلاح جلوگیری کننده یا نمیدونم صد کننده و این تکنولوژی جدید کارش این هست که اتومبیل ها اگر که این تکنولوژی جا بیفته و سایر انبال افراد با بسیلا استفاده از این پدیده شناسنامه ای رو به دست خواهند آورد که مثلا صاحب یک اتومبیل تنها کسی است که میتونه اون اتومبیل رو, رو روشن کنه و راه بیاندازه و تمام معاملاتی که روی اتومبیلش انجام میشه باید با رضایت او باشه و تمام اونها ثبت میشه در همین پدیده جدید و یکی از جالب ترین به صلاح پدیده های تکنولوژی جدید که هر روز و هر ثانیه رنگ و بوی جدیدی به خودش میگیره و در یک فاصله بسیار بسیار کوتاه ما شاهده تغییر وسایل ارتباط جمعی به خصوص تلفن همراه هستیم که میبینیم که هر روز شرکت های بزرگ تولید کننده با یک پدیده جدید با یک مدل جدید به بازار میان و رقابت عجیب غریبی بین گروه ها هست ضمنا خبری رو همین باز امروز میشنیدم راجع به گزارشی که بی, بی تهیه کرده از شرایطی که تولید کنندگان یعنی کارگرانی که تلفن های آیفون رو در چین روی هم به نصب میکنند و وسایل پارت ها و قسمت های مختلفش رو میذارن رو همون کامل میکنند و به بازار میدن و شرایط خیلی بدی رو نشان میداده که این گزارش فکر میکنم یا از بی بی سی پخش شده یا پخش خواهد شد و طی اون مشکلات و مسائل رو نشون داده این برنامه که یا نشون خواهد داد که در واقع در چه شرایط بدی این کارگران به سر میبرند و این کسانی که این تولید کننده این وسایل هستند با چه مشکلاتی روبرو هستند کارهای بدون محدودیت ساعت یعنی به قدری ساعتهای اینها زیاد هست که اکثرا خواب آلوده هستند و بعضی وقتا سر کار به خواب میرند و این گونه مسائل که شرکت اپل هم به شدت با این گزارش اظهار نگرانی و نارضایتی کرده و گفته این گزارش دقیق نیست و شرایطی رو که ما فراهم آوردیم برای این افراد شرایط بسیار انسانی و خوبی است و باید دید که تا چه حد این موضوع پیش میره و اما مسئله سونی و این فیلم مربوط به رهبر کره رهبر کره شمالی که یک فیلم تنزالود هست و در امریکا و در کشورهای پیشرفته خیلی راحت از سران کشورشون انتقاد میشه به مزحکه میگیرن اونها رو و هیچ اکسالعمل این چنینی نیست ولی امروز اعلام شد امروز پنج شنبه است اعلام شد که به طور قطع هکرهایی که دستکاری کردند و هک کردن سیستم های کامپیوتری سونی رو از کره شمالی بودند و این یک اختاری است به کشور امریکا و سیستم های کامپیوتری که سراسر این مملکت رو فراهم گرفته در وزارت دفاع و سایر نقاط حساس اطلاعاتی و غیر و که باید دید که این کار تا کجا پیش میره و این اقدامی ای رو که این هکرها کردن تا اینجا موجب شده که تا این لحظه شرکت سونی اعلام بکنه که اون فیلم رو توضیح نخواهد کرد ولی این ولی خیلی جالبه که گفته میشه که همکنون میشه فیلم رو به صورت کامل در اینترنت مشاهده کرد فیلم میگن خیلی خنده داره و خیلی جالبه از نظر کمدی بودنش و از نظر تنزی که داره و مربوط به این میشه که در واقع سناریو از این قراره که گروهی معمور میشن یا فردی مامور میشه که بره و رهبر کره شمالی رو به قطر برسونه و این رو به صورت تنظالود در این فیلم نشون دادن و یکی از پیشنهادهایی که به شرکت سونی شده بود این بود که چرا خودتون نمیایید و این فیلم رو روی اینترنت نمیگذارید که این جارو جنجال بخوابه و ضمنا این عقب نشینی و این تسلیم شدن تا چه حد به نفع کمپانی سونی هست یا نیست خود این هم یه بحث زیادی است که این روزها مطرح و راجبش صحبت میشه و اما یک موضوع دیگر یعنی تکنولوژی دیگری که مدتی است در جریان هست این بیت کوین ها هست بیت کوین سکه های مجازی است که در فضای مجازی رد و بدل میشه معامله میشه و عده زیادی اینا رو خرید و فروش میکنن و معلوم چندی قبل بود که بعضی از کشورها گفتن که و امریکا از جمله مطرح کردن که این کار کار غیرقانونی است درست نیست اینا ارزش نداره پولتون اونجا نذارید ولی گویا جریان ادامه داره و یکی از وسایل مبادلاتی آینده دنیا در فضای مجازی در فضای یکی از وسایل مبادلاتی آینده در فضای مجازی این سکه ها خواهند بود سکه های مجازی که در فضای مجازی رد و بدل میشه خب اجازه بدید که برویم یک قطعه موسیقی بشنویم و...

زنجیر میشن با با خدایی که میشه آدم We you just unbreakable for the show just strong A chain that never breaks no one can replace we are خب بینندگان عزیز امروز همونطور که خدمتون ارز کردم به علت مشکلات تکنولوژی و عدم دسترسی به اسکایپ و حتی تلفن تلفن‌های زمینی یا لندلاین نتونستیم با آقای دکتر عباس میلانی تماس بگیریم ایشون یه پیغام فرستادن که امکان گفتگو گفتگو نیست همونطور که ذکر کردم مسائلی که این روزا راجبش میشه صحبت کرد فراوان هست در مورد برقراری ارتباط مجدد امریکا با یعنی روابط سیاسی امریکا با کوبا یکی از مسائلی رو که میشه راجبش مدت ها صحبت کرد ساعت ها صحبت کرد راجب این کاریست که آقای اوباما به دنبال اون لایههی که برای اقدام در مورد مهاجرین انجام داده صورت داده بیشتر از پنجاه سال هست که امریکا رابطه خودش رو با کوبا قطع کرده در گفتگویی که با چند تن از صاحب نظران میکردم راجع به این موضوع و مسئله مشکلاتی که عدم ارتباط نبودن ارتباط سیاسی بین امریکا و کوبا برای مردم کوبا به وجود آورده و, و فقری رو که اونجا موجب شده داستان عجیبی است که در گفتگویی که احتمالا با یکی از صاحب نظران خواهم داشت در این مورد به تفسیر صحبت خواهیم کرد در فلوریدا ایالت فلور... فلوریدا جمع کثیری از کوبایی ها مستقر هستند و البته نسل های دوم و سومی که اونجا به وجود آمدن و در طول مدت حضورشون در فلوریدا تونستن در سیاست های کلی امریکا در واقع تأثیر گذار باشند و تأثیرات فوق العاده عمیقی رو به جا گذاشتند در انتخاب ریاست جمهور در انتخابات مربوط به نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس سنا و سایر مسائل سیاسی و فعالیت این گروه موجب شده بود که در همونطور که تا امروز ادامه پیدا کرده مدت پنجاه سال امریکا بیشتر از پنجاه سال در واقع با کوبا رابطه برقرار نکنه و سنکشن ها و محدودیت ها و تحریم های فوق العاده سنگینی رو برای کوبا قائل بشه فقر عرض کنم حضورتون و گرفتاری های ناشی از نبودن امکانات لازم در کوبا در این جزیره مشکلات زیادی رو همونطور که عرض کردم برای مردم کوبا به وجود آورده که تا امروز ادامه پیدا کرده ولی از بعضی لحاظ با همون محدودیت هایی که بوده چه در زمان کاسرو چه در زمان برادرش که الان ادامه کار او رو میده و البته او هم یک پیام میفرستاد به دنبال پیام آقای اوباما و پذیرفت این ارتباط دوباره برقرار بشه و درها باز بشه و رفت آمد بین کوبا و امریکا برقرار بشه هرچند که در طول این مدتی هم که این سنکشن ها و محدودیت ها بوده بسیاری از یا بسیارانی به کوبا مسافرت می برای در واقع سیاحت و برای دیدن این جزیره و بعضی ها هم برای خوشگذرانی و عیاشی به اونجا می که اون خودش یه مسئله عجیب غریبی است و راههایی وجود داشت که بسیاری از هموطنان ما که اینجا هستند در لس آنجلس و به خصوص کسانی که ایرانیانی که در شرق امریکا هستند به راحتی میرفتن به کوبا و برمیگشتن راههایی رو پیدا کرده بودن که به صورت قاچاق میرفتن و برمیگشتن و مشکلی هم براشون پیش نمی آمد. حالا صحبت زیادی از سیگار کوبایی در میانه که دیگه این محدودیت ها نخواهد بود کما این که من همین چند ماه پیش که به فلوریدا رفته بودم اونجا انبا و اقسام سیگارهای کوبایی به راحتی توی بازارها و شهرهای اطراف ارز کنم که شهرهای بزرگ و کوچک فلوریدا به فروش میرسید و اونجا برگهایی رو که از کوبا آورده بودن همونجا سیگار تازه میپیچیدن و به فروش میرسوندن و از این قبیل خب این هم مسئله کوبا که گفتم یک اشاره بهش داشته باشیم و این کاری که آقای اوباما کرده این رو باید یادآور بشم که از لحظه ای که این موضوع اعلام شده گروه های زیادی چه در فلوریدا چه در کوبا چه در سایر نقاط امریکا و جهان استقبال کردن از این کار و البته افرادی هم بی نهایت از این موضوع عصبانی و دلخور هستند که چرا در طول این مدت که کوبا با مظالمی که به یعنی سران کوبا سران سیاسی کوبا فیدل کاسترو و سایر مسئولین کشور کوبا با محدودیت که به وجود آوردن زندان کردن ها شکنجه ها و مشکلات دیگه و تعداد افرادی رو که جانشون رو از دست دادن اونها یعنی بستگان اونها بی نهایت عصبی و دلخور هستن از این جریان و دارن سعی می کنن که به گونه ای مخالفت خودشون رو با صدای بلند اعلام بکنن و اما موضوع دیگری رو که بعد نیست از این فرصت من استفاده بکنم و با شما بینندگان عزیز در میون بگذارم مسئله همین مدارک و اطلاعاتی بود که همین چندی پیش نه چندان دور در مورد شکنجه هایی که به تروریست ها یا مشکوکین به کار تروریست داده شده توسط CIA اعلام شد خب طبیعی است که جمهوری اسلامی خیلی از این موضوع خوشحاله و تا همین لحظه که من با شما صحبت کنم داره از این به سلو نقطه ضعف امریکا و خب شکنجه های غیر انسانی که صورت گرفته در زندان های مختلفی که ب... بیشترش خارج از خاک امریکا بوده توسط CIA و مسئولین امنیتی امریکا به دنبال جریان 11 سپتامبر و اون حمله به دو برج تجارت جهانی در نیویورک که امروز جای اون ساخته شده بنای رفی ساخته شده و همچنین یک قسمت رو به عنوان یاد بود با ذکر اسامی کسانی که جانشون رو از دست دادن که واقعا موضوع بسیار بسیار دلخراش و آزار دهنده ای بود اون روزها و از نزدیک ما شاهدش بودیم اینجا هر لحظه به لحظه به هر جمهوری اسلامی و کشورهایی که خودشون گوی سبقت رو در انباع شکنجه کشدار دار زدن های غیر انسانی در معابر و در واقع جلوی چشم بچه ها و بزرگ و زن و مرد انجام دادن استفاده از جر اسقال ها برای حلقاویز کردن جوانان ما به جرمه به جرم مسائلی که واقعا نه معنی داشته و نه معلوم هست که درست بوده باشه حتی اگر افرادی دست به قاچاق مواد مخدر زدن یا کاری کردن به اون صورت این گونه اقدامات و این گونه کارهایی رو که جمهوری اسلامی کرده واقعا هیچ گونه توجیهی نمیتونه داشته باشه هیچ گونه راجبش نمیشه هر نوعی که بخوان این رو توجیه بکنند امکان نداره برای اینکه این روزها در این قرن و در این روز و روزگار این گونه کارها به هیچ وجه پذیرفته نیست به هیچ وجه قابل قبول نیست و تأسف آور و تعجب آور این هست که افرادی مثل یکی از برادران آقایان لاریجانی که افراد تحصیل کرده ای هستند ولی به تجربه ثابت شد که تحصیل باعث نمیشه که افراد اون انسانیت و اون صداقت خودشون رو حفظ بکنن ایشون در مواقع مختلف به کرات با نمیدونم چجوری بگم نمیخوام واجه رو به کار ببرم که شایسته نیست ولی با نوعی بیپروایی خودتون توجیهش بکنید خودتون هر واجهی رو که میخواد به جای بیپروایی به کار ببرید دروغ میگوید به محافل جهانی در این گرد همایی ها و به جلساتی که تشکیل میشه برای دفاع از حقوق بشر و مظالم و فجایعی رو که شاهد هستیم در سراسر جهان در کشورهای مختلف در سوریه در کره شمالی در ارز کنم حضورتون حتی عراق و امریکا این روزها که شنیدیم راجبش که من راجب این بازم باتون صحبت خواهم کرد که تفاوت قضیه چیست و نظر ب... کارشناسان و صاحب نظران در این مورد چیست به هر حال آقای لاریجانی این برادر ارجمند یکی از سه برادران که تمام کنترل مملکت رو در حساسترین و کلیدیترین ترین قسمت های سیاست ایران به عهده دارند ایشون میان و میگویند که در ایران شکنجه وجود نداره زندانی سیاسی وجود نداره و همین دروغ رو که نه یک بار بارها ما شنیدیم از ایشون اما آنچه که در امریکا اتفاق افتاد آیا هرگز هرگز امکان داره که جمهوری اسلامی بیاد روزی و پرونده جنایاتی رو که مرتکب شده باز بکنه و در انظار جهانیان بگذاره و بگه که از این کار و اقدامات غیر انسانی که کرده پشیمان هست امکان نداره شاید یه <تصحیح> چنین چیزی رو ما بتونیم توی کابوس و توی رویاهامون تصور بکنیم ولی در امریکا اینا آمدن با تمام جزئیات آنچه را که اتفاق افتاده بود که واقعا و آور بود واقعا غیر انسانی بود واقعا غیر قابل توجیه بود از هر جهتی که ما بخوایم راجبش نگاه بکنیم آمدن و این رو باز کردن به مردم جهان گفتند که ما این کارها رو کردیم این جنایات رو مرتکب شدیم و حتی گفته شد خانم فانشتان یا فانستان در جلسه ای که به این موضوع صحبت می کرد گفت که این یک لکه سیاهی هست در تاریخ امریکا یک لکه ننگی هست در تاریخ امریکا که زدودنی نیست این رو به چه صورت میشه توجیه کرد مگر نه این است که اینها آمدن اشتباهاتی رو که مرتکب شدن معترف شدن اعتراف کردن بهش و معترف هستن به اینکه این کارها غیر انسانی بوده و گفتن که چه کارهایی انجام شده و بعد هم آمدن گفتن از این به بعد این رو ما افشا می کنیم برای اینکه از این به بعد هیچ دولتی هیچ مسئولی جرأت نکنه که دست به این کارها بزنه و ادامه بده این گونه مسائل رو بسیاری از تحلیلگران به این کار یک اعتبار زیادی میدن و کردیت میدن به این کاری که انجام شده البته خب مخالفین این کار هم میگویند که این موضوع موضوع سیاسی بوده و دموکرات ها برای اینکه ضربه ای بزنند در آخرین لحظاتی که کنترل یکی از ارکان سیاسی امریکا رو در اختیار دارند و تا چندی بعد اون رو هم از دست خواهند داد آمدن و این کار رو انجام دادن و این اقدام رو صورت دادن به خاطر اینکه در واقع لطمه بزنن به حزب جمهوری خواه اجازه بدید یک خط دیگر موسیقی گوش بدیم بر میگردیم و من با شما در مورد مسائل دیگری که در این زمینه در زمینه این موضوع مطرحه صحبت خواهم کرد با تشکر از اینکه بیننده این برنامه هستید و باز هم خواهش میکنم که به این ترانه گوش بفرمایید و بعد برمیگردیم با تشکر مخصوص از امیر درخشان که با من همراهی میکنه در تمام قسمت های ضبط برنامه و کارهای ادیتوریال من میگم اگه واسه خاطر دلت بود تو میگی طلوع من باش خیلی زوده واسه بهرو من میگم خسته شدم از شب و دلتنگی و قربت تو میگی زندگی اینه درد تو درد محبت واسه من ترک وطن بود تو میگی صداد همیشه متن خاطرات من بود توی نام گفته بودی مثل بادی سر زمینی دنبال خودت میگردی خواب بارون رو به پرنده مهاجر علکی بگو که خوبه نگو تفلی شوق پرواز یه حکایت دروغه به پرنده مهاجر علکی بگو که خوبه نگو تفلی شوق پرواز یه حکایت دروغه میگم بهای این عشق واسه من ترک وطن بود تو میگی صدا همیشه مثل خاطرات من بود توی نام گفته بودی مثل با بی سر زمینی دنبال خودت میگردی خواب بارون و میبینی به پرنده مهاجم علکی بگو که خوبه نگو تفلی شوق پرواز یه حکایت دروغه به پرنده مهاجم علکی بگو که خوبه نگو تفلی شوق پرواز یه حکایت دروغه خب بینندگان عزیز هفته پیشم من در مورد این ایام سرور و شادی با شما صحبت کردم و گفتم که تا چه حد در کشورهای پیشرفته مردم این امکان رو دارند که به شادی و پایکوبی و رقص و سرور و عرض کنم حضورتون جشن گرفتن و دیدن یاران و هدیه دادن به هم دیگه بپردازند و ما در این مورد هم حتی رژیم جمهوری اسلامی این رو هم میخواد از مردم ما بگیره که همونطور که در برنامه قبل هم شاید من اشاره کردم و شاید ای از شما بینندگان عزیز بگید که چقدر یه موضوعی تکرار میکنیم من فکر کنم بعضی از مسائل تکرارش لازمه از جمله همین مسئله و امروز که همونطور که عرض کردم فرصتی شده و ما متاسفانه به علت اینکه نتونستیم مصاحبه رو که قرار بود با آقای دکتر عباس میلانی من داشته باشم انجام نشد به خاطر اینکه ایشون در محل خودشون مسخط و رأس خودشون نیستن و به یکی از شهرهای هومه رفتن و اونجا ارتباط نه تلفنی میسر بود و نه از طریق اسکایپ تلاش زیادی هم کردن که متاسفانه به جایی نرسید تشکر میکنم از ایشون و امیدوارم که ما فرصتی داشته باشیم که در هفته های آینده از محضرشون استفاده بکنیم ارز کنم حضورتون که در این مورد همونطور که باز من اشاره کرده بودم و بارها خواهم گفت این رو هر موقع که فرصتی بشه جمهوری اسلامی نه تنها در زمینه جلوگیری از شادی مردم موفق نبوده و کارش به جایی نرسیده و نتونسته که جلوی اون به اعیاد رو برگزاری اعیاد رو بگیره عید نوروز رو شایدش بودیم که با تمام تلاشی که کردن نتونستن جلو جلوگیری بکنن مردم کار خودشون رو کردن و میکنن و باید بکنن باید شما بینندگان عزیزی که به من گوش میدید همونطور که خودتون به خصوص جوانان شادی میکنید روی بام ساختمون میرید و اونجا به رقص و پایکوبی میپردازید و میدونید که این رژیم چه عکس عملی نشون خواهد داد معزاله این کار رو میکنید و میبینید که چه عکس عملی این کار این کاری که جز نشان دادن شادی و رقص و پایکوبی چیز دیگه ای نیست داره در سراسر سر دنیا و انعکاسش به صورتی هست که فکر میکنم تمام رسانه های جهانی راجع صحبت کردن و میکنند این یه نمونه کوچیکه و تردیدی ندارم که در مورد برگزاری اعیاد رسمی خودمون که تعدادش انقدر زیاد هست و در یک روزی روزگاری مردم ما آزاد بودند میتونستند از این گونه فرصت ها استفاده بکنند و جشن و سرور داشته باشند شادی داشته باشند کم کم اینا گرفته شده از روزی که دین وارد سیاست شده جلوی بسیاری از چیزها رو گرفته از جمله همین اعیاد هست تعداد اعیادی که ایرانیان می گرفتن در گذشته بی نهایت زیاد بوده و من امیدوارم ممکنه به عمر من قد نده ولی امیدوارم جوانان ما برای زنده کردن برگزاری این مراسم تا اونجایی که میتونن تلاش بکنن و زنده بکنن مراسمی رو که کم کم رنگ باخته و از بین رفته اعیادی رو که در ایران مرسوم بوده و دیگه خبری ازشون نیست الان فقط چیزهایی که مونده همین عید نوروز ماست که اون هم همونطور که عرض کردم رژیم با تمام تلاشی که کرده و میکنه نتونسته کوچکترین خدشه ای درش به وجود بیاره و مردم ما دارن در تمام نقاط ایران عید نوروز رو جشن میگیرن و این عید عیدی است که در بسیاری از کشورهای دیگه هم جشن گرفته میشه و یکی از زیباترین ایام سال رو ما داریم برای نوروز خودمون روز اول بهار روزی که شکوفه ها شکفته میشن درختان زندگی رو از سر میگیرن گیاهان سبز میشن و گل و گیاه همه جا رو میپوشونه و شاید هیچ کدوم از اعیاد دیگری که در دنیا جشن گرفته میشه به این صورت و با این رنگ و بو نباشه که عید نوروز ما هست اما در مورد مسائل سیاسی که مربوط هست به این برنامه و ما راجع بهش همیشه صحبت میکنیم با صاحب نظران و من ذکرم کردم شاید طی همین برنامه یا برنامه قبلیم که من اکراه دارم از این که به تنهایی جلوی دوربین بنشینم و صحبت بکنم موعظه بکنم این رو صلاح نمیدونم طی سالیان سال الان سی و سه چار سال سی و پنج ساله که من فعالیت رادیو تلویزیونی دارم و هرگز خودم به تنهایی نشستم جلوی دوربین یا جلوی میکروفون چرا در بعضی موارد به صورت مختصر یعنی یک مقدار محدودی از وقت برنامه رو صرف مونولوگ به اصطلاح کردم ولی اکثر برنامه من مصاحبه بوده با صاحب نظران و استفاده از محضر کسانی که میدانند و ما باید از حضورشون بهرهمند بشیم از معلوماتشون بیاموزیم و این رو من فکر کنم راهی باشه که انتخاب کردم و تا اونجایی هم که بتونم ادامه خواهم داد امروز هم همونطور که عرض کردم یه فرصت استثنایی دست داده که من دارم سرتون درد میارم به هر جهت در مورد این مسائل و مسائل روز و نکاتی رو که ما اینجا در امریکا شاهدش هستیم و میبینیم که احزاب مختلف با ایدئولوژی های مختلف یعنی به خصوص در امریکا حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات و شرایطی رو که مشکلاتی رو که برای همدیگه به وجود میارن و الان همین جریان مسئله کوبا رو بسیاری از مخالفین آقای اوباما باش مخالفن میگن نباید این کار میشده یا مسئله مهاجرین امریکا که یکی از معزلترین و پیچیده ترین مسائل بوده برای مردم امریکا میگن نباید جمهوری خواهان باش مخالفن میگویند که نباید این کار انجام بشه در حالی که چند میلیون مهاجر غیر قانونی در امریکا هستند که اگر قانونی بشن مالیات باید بدن باید بیان و با محیط به صلاح همکاری بکنن قاطی بشن و تمام اینها در طی مدت طولانی در واقع در گروه عدم شرکت اینها بوده در فعالیت های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی امریکا از جانب دیگر مسئله همین بیمه بهداشت عمومی که چه سر صدایی شده و تا این لحظه جمهوری خواهان کمر قتل این قانون رو بستن و هر آن ممکنه با شروع روی کار آمدن یا به قدرت رسیدن جمهوری خواهان در مجلسین سنا و مجلس نمایندگان این قانون و این اقدامی که به عنوان اوباما کر، البته اینم یک دلیلی داره که اسمش رو گذاشتن مراقبت های اوباما یا قانون بیمه بیمه های بهداشتی آقای اوباما این رو ممکنه جلوش رو بگیرن و در واقع ملغا بکنن این قانون رو که معلوم نیست به جا چیکار میخوان بکنن چون در امریکا میلیون ها انسان محتاج از خدمات پزشکی و بهداشتی محروم هستند امیدواریم با این ایام شادی واقعا در این مورد هم کمی در واقع گذشت به وجود بیاد که این مسائل حل بشه به هر جهت در امریکا به قول این دوست عزیزی که از ایران آمده و مهمان ما هست می شماها که سالیان سال از ایران دور بودید چیزی راجع به ایران نمیدونید و اکثر صحبت ها و اظهار نظر هایی که میکنید دور از ذهن هست شما نمیدونید چه تغییراتی در ایران به وجود آمده و جوانان امروز به چه نو و به کلی و جامعه جامعه دیگری است تردیدی در این نیست و این رو تا اونجایی که ممکنه ما از طریق خبرهایی که از ایران میاد و تفسیرها و اظهار نظرهایی که کسانی که با متن اون چه که در ایران میگذره آشنا هستند از داخل ایران ما کسانی رو داریم که اطلاعاتی رو به ما میدن معزالک به طور قطع آنچه که ما میگوییم نمیتونه اونطور که باید و شاید با واقعیتی که در ایران میگذره و اونچه که در ایران شاهدش هستیم تطابق داشته باشه این رو اگر کسی طور دیگری بیاندیشه یا فکر بکنه در اشتباه محض هست اونچه که مسلمه در مملکت ما یک انقلاب شده یک زیر و رویی انجام شده یک شخم سیاسی انجام شده و این بلدوزر انقلاب آمده و همه چی رو به هم ریخته و دیگه اون هیچ چیزی سر جاش نیست به اون صورتی که میتونست اگر ادامه پیدا بکنه شاید با پاره تعدیلات شاید بهتر بود شاید و این شاید ها و این اگرها هم هم است که ماها اینجا دستی از دور براتش داریم برای جا صحبت میکنیم ولی یک کار رو ما میتونیم انجام بدیم ما میتونیم اون صحبت هایی رو که از داخل کشور شنیده میشه اون مظالمی رو که به مردم ما وارد میشه اون مشکلاتی رو که برای مردم ما رژیم به وجود میاره به خصوص برای زنان ما برای دختران ما و اخیرا این اقدامات وحشیانه اسید پاشی و غیره اینا رو میتونیم منعکس بکنیم که اگر کسانی هستند که در ایران و در سراسر دنیا از اون مطلع نیستن اونها اقل با اطلاع بشن و ببینن که این رژیم به سر مردم ما چی داره میاره رژیمی که با شعار انسانیت دوستی محبت و رعوفت روی کار آمده در طی حکومتش خب جنایاتی رو که کرده از نظر کشتن جوانان ما اعدام های هر روز و روزافسون جوانان ما و اقدامات دیگه ای که میکنه شکنجه ها زندان کردن ها و جیر خور کردن عده زیادی که بزرگترین لطمه رو به اقتصاد مملکت ما میزنه و زده و این انزبایی رو که این رژیم برای خودش به وجود آورده که لطمه اصلیش میخوره به مردم ما ولا غیر الان مردم ما جوانان ما زنان ما دختران ما از بسیاری از به مو، مواهبی که در دنیا وجود داره در دنیا ممالک آزاد وجود داره محروم هستند اینا رو ما میتونیم با صدای بلند مطرح بکنیم ولی اینکه واقعا الان ذهنیت مردم ما جوانان ما به چه صورت هست اون اگر بخوایم بریم به اون سمت خب به طور قد راه خطا رفتیم من به نوبه خودم به عنوان یک فرد کوچک جامعه ایرانی و کسی که دلش به خاطر مملکت میتپه معتقدم که این رژیم اگر از راه های انسانی وارد گود شده بود و مردم رو عموم مردم رو نه اون جمعی رو که دور خودش جمع کرده نه اون جمعی رو که سناگوی او هستند نه اون کسانی رو که با هر بادی که به, به وزه به اون طرف میرن اگر فقط دنبال اونها نبود و اونها رو برای خودش دوربر خودش جمع نمیکرد و سعی میکرد که کدیه مردم مملکت رو با خودش داشته باشه امروز هم مردم ما وضعیت بهتری داشتن هم مملکت ما مملکتی بود که سری در سرهای در بین سرهای کشورهای پیشرفته و آزاد داشت و همین که اینها میتونستن حکومت خودشون رو بدون خشونت بدون آدم کشی بدون زندان کردن ادامه بدن ولی خب اونها راه دیگری رو انتخاب کردن و این راهی است که ادامهش هم معلومه یعنی جز با خشونت جز با سختگیری جز با محدودیت جز با فشار آوردن روی مردم و به وجود آوردن انواع مزیقه ها برای مردم ما راه دیگری ندارن که بتونن این وضعیت رو برای خودشون حفظ بکنن الان مملکتی که گفته میشد در زمان رژیم سابق هزار فامیل بودند این روزها معلوم نیست چند فامیل هست در ایران تمام این کسانی که در رأس حکومت جمهوری اسلامی هستند به گونه ای با همدیگه منصوب هستند و به همدیگه نون قرض میدن و من قبلا هم خدمتتون گفتم یعنی اینا چیزایی نیست که تازگی داشته باشه مسلمه که این برادران لاریجانی در با رخنه کردن در ارکان به مهم مملکت ما چه کارایی رو میکنن و با چه دیگه این واژه رو مجبورم به کار ببرم در صحبت قبلی نخواستم این واژه رو به کار ببرم چاره نیست با وقاحت دروغ میگن به مردم و میخوان دروغ های خودشون رو به کرسی بنشونن به هر حال امیدوارم پرگویی من امروز و تکرویم در این برنامه شما رو خسته نکرده باشه تا برنامه دیگر فرصتی دیگر به اتفاق همکار خوبم امیر درخشان از همه شما خدافزی میکنم ایام برای شما مبارک باشه و به امید آبادی و آزادی ایران باید بگم پاینده ایران و وقت بخیر و روز و روزگار خوش